سوال‌های دانشجویی جواب‌های رسانه‌ای. دانشجوهای دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه تهران در جلسه ای 3 ساعته با موضوع نقد سیاست‌های صدا و سیما میزبان رئیس رسانه ملی بودند و دیدگاه‌ها و سوالاتشون رو درباره مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه و عملکرد رسانه ملی با زرقامی در میون گذاشتند. یکی از سوال‌ها درباره بی‌اعتمادی به بخش‌های خبری رسانه ملی بود که زرقامی در جواب به نتایج نظرسنجی یک مؤسسه معتبر بین‌المللی استناد کرد و گفت طبق نظرسنجی مؤسسه گالوپ آمریکا 80% ایرانی‌ها اخبار و اطلاعات مورد نیازشون را از شبکه‌های داخلی می‌گیرند. دانشجوی دیگری به عملکرد رسانه ملی در حوادث سال 88 انتقاد داشت که زرقامی در توضیحاتش به همسو شدن متخلفین انتخابات با شبکه‌های ضد انقلاب و استکباری در زیر سوال بردن سلامت انتخابات اشاره کرد و گفت با این حال همون موقع صدا و سیما از این افراد دعوت کرد تا در گفتگویی دو طرفه نظراتشون رو مطرح کنند، اما اونها پیشنهاد رسانه ملی رو رد کردند. سانسور در پخش فیلم‌های سینمایی، حضور کمرنگ مدیران رسانه ملی در دانشگاه‌ها و محدودیت آزادی بیان در برنامه‌های صدا و سیما هم از جمله مباحث جنجالی این جلسه بود که زرقامی به تفصیل درباره اونها صحبت کرد. مثلا اینکه رویکرد در صدا و سیما ملی و رسانه تلاش می‌کنه در چارچوب ارزش‌های اسلامی و ملی، ضوابط و مصالح مردم به نیازها و سلایق مختلف پاسخ بده و خیلی طبیعیه که قشری یا سلیقه‌ای رضایت 100% از برنامه‌های رسانه ملی نداشته باشه. البته زرقامی این رو هم گفت که اگه مدیرای صدا و سیما و برنامه‌سازا از زاویه دانشجوها به واقعیت‌های موجود در جامعه نگاه کنن، کیفیت برنامه‌های رسانه ملی بالاتر میره.